با نام و یاد خداوند و بعد از تقدیم سلام خدمت تمامی شما شاگردان خوب و درس خان خب دوستا باز هم برنامه خودتان هست مکتب تمدن دروس بیولوژی سنف یازدهم و آغاز فصل جدید مطالعه در مورد حیوانات فقاریه امیدوار هستم تا اینجا فصل ها را به درستی یاد گرفته باشند و در سایتان را تکرار کرده باشند خب دوستان امروز میریم فصل و بخش کاملا جدید را به نام حیوانات فقاریه آغاز می کنیم خب دوستان عنوان فصل و عنوان درس ما هست حیوانات فقاریه در اول وقتی که ما مبحث حیوانات را شروع کرده بودیم برتان یادآوری کردم ای که سیستم طبقه تق... بندی اهرامی شکل بود که با عوالم یا عالم ها تمامی موجودات زنده را طبقه بندی کرده بودند خب دوستان عالم نباتات بود عالم حیوانات بود از مبحث عالم حیوانات دو گروه از حیوانات را قرار بود مطالعه بکنیم در نه فایلم مختلف خب دوستا گفتیم که حیوانات به نه فایلم مختلف هست و فایلم نهم یا آخری حیوانات فقاریه هستند خب حیوانات را اگر بیاییم و از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان دسته بندی کنیم هشت فایلم اولی حیوانات غیر فقاریه هستند فایلم نهم نه حیوانات فقاریه میشه خب دوستا حیواناتی که به نام کرداتا هم یاد میشه فایلم نهم حیوانات را یعنی در عالم و یا کینگدام حیوانات فایلم نهم را می سازن که در برگیرنده همی حیوانات فقاریه هستند. خب دوستا کرداتا ها سه شباهت مشترک دارن خب بریم همین سه شباهت مشترک اینا را یک کم دقیق تر مطالعه بکنیم خب دوستا گفتیم که عالم حیوانات را میخوایم مطالعه بکنیم نظر به داشتن و نداشتن استخوان اینا تقسیم بندی میشه به دو گروه حیوانات غیر فقاریه و بعدا حیوانات فقاریه خب دوستا حیوانات فقاریه فایلم نهم حیوانات را یعنی در عالم حیوانات فایلم نهم را حیوانات فقاریه به خودشان اختصاص داده که در کل سه شباهت خیلی نزدیک به هم را اینا دارن به نام کور داتاها هم یاد میشن و اینا سه شباهت دارن یعنی چی؟ یعنی ایسه خصوصیت ایسه خصلت نزد تمام حیوانات فقاریه دیده میشه اولیش نوتوکورت هست خب دوستا ای که نوتوکار چی هست از کجا منشه میگیره و قرار است که به کدام ساختمان تبدیل شوره بدن میخوانیم دوم تناب میان خالی هست تناب میان خالی عصبی هست و سوم درس های تنفسی شما ای سه خصوصیت را در نظر بگیرین چرا؟ چه نزد تمام حیوانات فقاریه پیدا کرده میتونین این دیاگرام هم به ما عین چیزه میگه کرداتاها ها سه شباهت مشترک دارند. اول داشتن نوتوکورد دوم داشتن تناب میان خالی عصبی و سوم درس های تنفسی هست نوتوکورد نوتوکورد یک ساختمان میلمانند هست که در امتداد عصب کمری واقع هست در بعضی از حیوانات باقی میمانند یعنی تا اخیر عمر نوتوکورد را دارند اما در بعضی ها به ستون فقرات تبدیل میشن خب دوستا پس نوتوکورد یک ساختمان میلمانند هست که ممکن در دوران جنینی پیدا باشه نوتوکارد اما وقتی که موجود بالغ میشه دیگر نوتوکارد نزد اونا نباشه بلکه به ستون فقرات تبدیل شود و یا هم تا آخر عمر این ساختمان باقی بمانه یک تصویر از نوتوکارد را داشته باشیم این ساختمانی که به رنگ سرخ برتان نمایش داده شده نوتوکارد هست در دوران جنینی در نزد حیوانات فقاریه سه لایه مختلف ایجاد میشه که به نام اندودرم، میزودرم و اکتودرم است. قرار نیست که شما اینا رو یاد بگیرید، فقط به خاطر مرجع و یا ای که منشه خود نوتوکورد کجا هست برای معلوماتتان خوب است. نوتوکورد از میزودرم منشه میگیره. خب دوستا مثلا برای بعض از حیوانات پستانداران و یا برای انسان ها قرار است که این ساختمان ستون فقرات آینده را بسازن اما در نزد بعضی از حیوانات مثل بعضی از انواع ماهیان هست که نوتوکورد تا آخر عمر نوتوکورد باقی میمانه پس منشه ستون فقرات همی نوتوکورد هست که از میزو درم منشه میگیره این نوتوکورد نزد تمام حیوانات فقاریه موجود هست و یک مشخصه است که مشترک است بینشان خب دوستا سوراخ های تنفسی در دو طرف حلقوم موقعیت داره باز هم مثل نوتوکار در بعضی ها این سراخ ها باقی میمانه و در بعضی ها به ساختمان گوش داخلی تبدیل میشن در عین اینکه جنای حیوانات فقاریه میره که انکشاف بکنه و تکامل بیابه درس ها و یا سوراخ های تنفسی در دو طرف حلقوم اینا موقعیت داره و دیده میشه خب دوستان در بعضی از حیوانات پیشرفته تر و همچنان انسان ها به قسمت داخلی گوش تبدیل میشه طوری که شما هم شاید معلومات داشته باشین ای که قسمت های بلعوم و حلقوم انسان ها با گوش ارتباط داره از طریق یک تیوب به نام استوشین تیوب هست که ارتباط برقرار میشه و بقایای همی درس های تنفسی هست اما دیگر درز تنفسی نیست بلکه جزء از ساختمان گوش داخلی هست اما در نزد بعضی از حیوانات فقاریه دیگه پیشرفت و تکامل نمی باشه اینا به مو شکل یعنی در تنفسی باقی می مانند خب دوستان طوری که می بینین این ساختمان ها تماما نوتو کرد را تناب عصبی بطنی و درس‌های تنفسی را بشتان نمایش می ده. و در اخیر هم تناب میان خالی عصبی خب دوستان وقتی که نوتوکورد به میان آمد بالای نوتوکورد یک ساختمان میلمانند که پر از مایه عصبی یعنی از حجرات عصبی اولیه تشکیل شده بالای او قرار دارد. خب دوستان بریم و این موضوع را هم به دقت بیشتر مطالعه بکنیم خب فرزن بر مثال این ساختمان نوتوکورد باشه که قرار است به کدام ساختمان تبدیل شود به ستون فقرات بالای این ساختمان یک شکل تناب مانند و باریک و طویل تشکیل میشه خب دوستان این به نام تناب عصبی میان خالی هست تناب عصبی در واقع نوتوکورد را گفتیم که از میزو درم تشکیل میشه اما بالای نوتوکورد این تناب عصبی تشکیل میشه از حجرات عصبی و مواد عصبی هست در عین انکشاف جنین، نوتوکورد وقتی که انکشاف کرد، دورا دوری تنابره اشغال میکنه که نوتوکورد بدن به ستون فقرات، و این تناب بعدا به نخای شوکی تبدیل میشه طوری که همه ایتان معلومات دارین این ای که نخای شوکی در بین ستون فقرات قرار داره و توسط همون ستون فقرات محافظه میشه پس نوتوکورد ساختمان اولیه ای ستون فقرات بالای سرش تناب عصبی بطنی تشکیل میشه که بعدا نوتوکورد انکشاف میکنه تبدیل به ستون فقرات میشه و تمام تناب عصبی را در بر میگیره تا ایکی به نخای شوکی تبدیل و از او محافظت بکنه خب دوستان این سه مشخصه مشترک بین تمام حیوانات فقاریه بود یک تصویر هم بازم ببینیم این قسمت دوستان حتما حدس میزنین که درس های تنفسی هست که بعدا برای انسان ها به اوستریشین تیوب یا قسمت از گوش داخلی تبدیل میشه این قسمت هم که میبینین نوتوکورد از بالایش رنگ زرد تناب میان خالی عصبی قرار است به نخایش او که تبدیل شود دیده میشه مشخصات مشترک حیوانات فقاریه، این سه مشخصه ایره که ما خواندیم حتما باید باشه در نزد یک حیوان فقاری تا ما او به نام فقاریه یاد بتانیم یا در داخل گروه حیوانات فقاری را مطالعه بتانیم یعنی موجودیت این سه ساختمان حتمی و ضروری است اما مشخصات قرار است فعلا بخوانیم در بعضی و در اکثریت حیوانات موجود هست یعنی شرط یاد شدن یک حیوان به نام فقاریه نیست بلکه یک چیز معمول هست در بین تمام حیوانات بازم تصاویر که میبینید انواع مختلف حیوانات فقاریه را نشان میده و برجستهترین چیزی که این تصویر براتون نشان میده ای است که اینا دارای استخوان بخصوص ستون فقرات هستند حیوانات پیشرفته یعنی حیوانات فقاریه حیوانات پیشرفته ای هستند که انسان هم در همین گروه مطالعه میشه اولین مشخصه ای که دارن تیر کمر از مهره ها تشکیل شده است خب دوستان تصویری را که مشاهده میکنین ستون فقرات هست از عالیترین موجود یا انسان طوری که میبینین اینا از مهره ها و طور جداگانه که با هم یک جای شده یک ستون را میسازه تشکیل شده و نام ستون فقرات مشخصه بعدی دارای جمجمه هست که در او مغز واقع هست خب دوستان، مهمترین جزء سیستم عصبی در نزد حیوانات فقاریه مغز و همچنان ستون فقرات هست که در نزد حیوانات غیر فقاریه تارو خوانده بودیم همون گانگولیون ها و تناب عصبی بود خوب دوستا پیش حیوانات فقاریه باید ای ساختمان ها فوقلاده محافظه شوند چرا چون در حقیقت باعث زنده ماندن و حیات و کنترل تمام وظایف داخل بدنشان میشه بنابراین اجزای مهمی از بدن هستند مغز را جمجمه محافظت میکنه در حالی که نخای شوکی را ستون فقرات محافظت میکنه بنابراین جمجمه موجود است تایی که مغز را محافظت بکنه مشخصه بعدی اسکلت داخلی دارن خب دوستا استخوان یا حضروف چرا ما اسکلت را تاکید میکنیم اسکلت داخلی چرا چون در نزد بعض از حیوانات غیر فقاری خوانده بودیم که اونا دارای اسکلت داخلی نیستن اسکلت خارجی داشتن اگزو اسکلتون به نام اگزو یاد کرده بوده. خب اینا تماما موجوداتی هستن که اسکلت داخلی دارن اسکلت خارجی ندارن این اسکلت ساخته شده از استخوان و یا هم وزروف هست خب تصویری که مشاهده میکنین جمجمه را نمایش میده که در نزد هر فایلم و هر گروپ از حیوانات فقاریه باید جمجمه موجود باشه جمجمه دارن خب دوستان مشخصات بود که بسیار عام و معمول هست پیش حیوانات فقاره این مشخصات ادامه داره و خاطر که با جزئیات بیشتر بخوانیم در جلسه بعدی انشالله دنبال میکنیم پس در سایتان را بخوانید و مواظب خودتان باشه